سعدی شیرین سخن گفت به فصل بهار برگ درختان سبز با خط رخشان سبز هر ورقش دفتری است معرفت کردگار معرفت کردگار دیدن این عالم است زنده بیدار باش چشم خریدار باش خوب جهان را ببین هر چه ببینی کم است به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سنف نهم عزیزان جان به جلسه بیست و پنجم از مکتب هادی خوش آمدید دوستان عزیز عنوان درس امروز شما ملک الشعرا قاری عبدالله پدر معارف نوین افغانستان است در ادامه درس در حوزه دستور زبان با جمله تام آشنا خواهیم شد عزیزان نمبر ارتباطی ما در فضای مجازی را دنبال بکنید 20964 780 255 40 آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شما گرامیان جان است عزیزان جان به جلسه نو خوش آمدید خب شاگردای عزیز قبل از اینکه وارد درس جدید شویم درس نو را آغاز کنیم می آییم کار خانگی جلسه قبل را با هم مرور میکنیم در جلسه قبل از شما خواسته بودیم که جمله معترضه را تعریف کنید و مثال بزنید انواع جمله را تا در پنج شش جلسه ای که با شما دوستان بودیم در حوزه انواع جملات بیان کردیم در جلسه قبل رسیدیم به یک نوع جمله تحت عنوان جمله معترضه از شما خواستیم که این جمله رو تعریف کنید و یک مثال برایش ذکر کنید خب خاطرتان از دوستان جمله معترضه چی بود؟ به چه جمله ما جمله معترضه گفتیم؟ آفرین حال می خواهیم همین را برای شما تعریف کنیم میگوییم جمله معترضه جمله است که بخشی از اصل جمله اصلی نمی باشد و بیان کننده دعا نفرین توزی و حالا میتواند موارد دیگر باشد که نام دیگر جمله معترضه رو چون می گفتیم, گفتیم جمله تکمیلی نه جمله مکمل ها فرق میکنه جمله معترضهم نوعی جمله تکمیلی است نوعی جمله تشریحی است نوعی جمله توضیحی است که در واقع چیکار میکند بخش اصلی جمله ما نیست بخش مهم جزء اجزای اصلی جمله نیست ولی یک بخشی است که در واقع نهایت و محتوا و در واقع معنایش میتواند نفرین باشد میتواند دعا باشد میتواند توضیح باشد میتواند تشریح باشد و بیان کننده اوست حالا اگر بخوایم برای شما مثال بزنیم که در قالب مثال روشندتر شود این گونه میگویم مثال خب مثال چیست؟ میگوییم خود... پدرم که خداوند او را رحمت کند همیشه در زندگی ما را نصیحت می کرد یا ای خود عزیز این یک جمله است پدرم که خداوند او را رحمت کند همیشه در زندگی ما را چیکار میکرد نصیحت میکرد نصیحت و پند پدر را هم همیشه همواره آویزه گوشتان کنید بهترین مطلب بهترین پندی که میتواند یک انسان به انسان دیگر بدهد که پشت او خیر است پشت او در واقع خیر و انسان موجود است همین نصیحت پدر است حال نگاه کنید در این جمله ما اگر نگاه کنیم میگوییم پدرم که خداوند او را رحمت کند همیشه در زندگی ما را نصیحت میکرد خداوند او را رحمت کند نگاه کنید دو سال این یک جمله است درسته؟ این جمله میشه جمله چی؟ جمله معترضه چرا شد معترضه؟ چون چند نشانه دارد اولی که گفتیم جمله معترضه در معنای دعا نفرین یا توضیح یا تفسیر میآید. خب نگفتیم اینجا نگاه بکنید دوستان گفتیم بیان کننده دعا نفرین توضیح خداوند او را رحمت کند چه نوع جمله است چه معنایی دارد نوعی دعا است. درسته وقتی که نوعی دعا باشد پس این جمله جمله معترض است دوم علامتی که جملات معترضه دارد دوستا ایه که هر زمانی که شما در جا داخل جمله خود جمله معترضه را حذف کنید از ساختار او جمله جمله معترضه وقتی حذف شود به معنای اصلی جمله در واقع لطمه ای صدمه ای وارد نمی شود خب اگر ما این را حذف کنیم بخوانیم پدرم همیشه در زندگی ما را نصیحت میکرد بازم معنا درست است بازم معنای اصلی جمله به مخاطب منتقل شد بدونه که در واقع جمله محترزه رو ما آورده باشیم وقتی حذف شود یعنی معنای جمله باز هم معنای کامل است پس این دو نشانه شد نشانه های اصلی جمله محترزه جمله محترزه در معنای دعا، نفرین، خواهش، التماس، توضیح، تفسیر می آید و جمله محترزه می تواند در ساختار جمله حذف شود و بخش اصلی در واقع جمله نیست وقتی کنار رود مقصود و مخاطب کاملا منتقل می شود خب شاگردای عزیز و گرامی درس نو را آغاز میکنیم درس امروز ما در مورد یکی از شخصیت های بسیار برجسته در حوزه شعر و در حوزه در واقع نویسندگی است این شخصیت برجسته کسی نیست جز ملک و قاری عبدالله در مورد بیوگرافی و زندگی نامه ایشان با هم مطالعه میکنیم آثار ایشان را بررسی میکنیم مناسب شغل ایشان را برمیشماریم و بعد وارد حوزه دستور زبان خواهیم شد خب در ابتدا میگویم که ایشان متولد شهر کابل است که در سنه 1224 هجری شمسی در این ولایت به دنیا می آیند نام پدرشان حافظ قطب و پدرکلانشان حافظ محمد است که در واقع پدر و پدر بزرگ اشان از دانشمندان و از چهرخای مشهور منطقه کابل بوده و همین امر باعث شده که برای شایستگی برای در واقع به مناسب بالا رسیدن و دانشمند شدن فرزندشان تلاش های داشته باشند آموختن علوم روز ادبیات عرب فقه، منطق، کلام و حکمت از پدر و استادان خود گفتیم که پدر ایشان حافظ قطب بود که همواره به دنبالی بود که بهترین استاد اساتید تراز اول را برای تعلیم و تربیت فرزند خود به خدمت بگیرد و همین امر باعث شد که پسر ایشان در حوزه آموختن بسیار مطلب را عمیق درک کند و بسیار از علوم اصری که در او دوره بود را به طور کامل آموزش بیابند خب و جالب است که همین امر باعث می شود که اشان در سن در سن 20 سالگی به یک منصب بسیار خاصی نایل شوند این منصب چیست در انفوان جوانی در سن 20 سالگی اشان می شود مشاور و امام حبیب الله در کدام دوره در دوره امیر عبدالرحمن خان امیر عبدالرحمن خان در واقع ملک الشعرا قاری عبدالله را جذب میکند در سن 20 سالگی و از ایشان میخواد که ولی عهدشان امیر حبیب الله که در واقع ولی عهد او دوره بود را مورد تعلیم و تربیت خود قرار دهند و جالب است که بعد از اینکه امیر حبیب الله خان به پادشاهی میرسند ایشان را به عنوان استاد یکی از فرزندانشان انتخاب میکند در دوره های بعدی نیز همین اتفاق دست به طوری که در دوره محمد نادر اشان ایشان می چی کار چیکار برای فرزندش محمد زائر از چه انتخاب می کند؟ از استاد برجسته به نام قاری عبدالله استفاده می کند که به عنوان استاد امر آموزش و تعلیم فرزندشان را بر عهده بگیرند پس نشان میده که در حوزه تعلیم و تربیت اشخاص برجسته خاصه ولی اهدان و پادشاهان دوره های بعدی ایشان نقش بسیار برجسته دارند از نخستین معلمین مکاتب جدید در افغانستان است جالب است که اگرچه قاری عبدالله خود در مکاتب سنتی درس خواند پیش و استادان سنتی درس خواند ولی ایشان را به عنوان یکی از اساتید و یکی از معلمینی میتوان نام برد که به عنوان نخستین معلم مکاتب اصری در حوزه کشور عزیزمان افغانستان از ایشان میتوان یاد کرد معلمی در مکاتب حبیبیه، حربیه، سراجیه و مکاتب دیگر نزدیک 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 چهل سال قاری عبدالله در این مکاتب امر آموزش و تعلیم تربیت شاگردان ممارست کرد و تلاش کرد به طوری که زمانی که ایشان وارد مکتب حبیبیه می شود او مکتب در ابتدا توسط اساتید اندی اداره می شد بسیار استادایی که اونجا کار میکردن استادانی از کشور هندوستان بودن و در کنار ای اساتید اول استاد افغانی که وارد ای مکتب می شود و امر آموزش و تعلیم را در واقع کسب میکند استاد قاری عبدالله است و متاسفانه وفات ایشان نیز در نهم ثور سال 1322 هجری شمسی اتفاق می افتد. خب یکی از نکات بسیار برجسته در شایستگی مقام جناب قاری عبدالله یکی دو سال وقت نگاه میکنیم به زندگی نامه ایشان به دوره حیات ایشان اشخاص بسیار برجسته زبان به تمهید و مدح ایشان گشودن از جمله کسایی که در واقع این شاعر را این نویسنده را مورد مدح و ستایش قرار داده شخصیتی است به نام محمد تقی بهار یا ملک الشعرای بهار که در واقع در کشور دوست و همسایه غربی ما قرار موقعیت داشت یعنی در کشور ایران ایشان در واقع در جایی در مقام ایشان در پیشگاه قاری عبدالله چنین چیزی را بیان میکند و میگویند که کش برداری کنم در محضر قاری اگر به که در ایران فروغی جا دهد بر سر مرا کنید دوستان؟ میگوید که ما حاضرم که در محضر قاری عبدالله کفش هایش را جفت کرده در کنار این مقام برجسته بگذارم و عرض خدمت خدمت این مقام برجسته این شخصیت انجام بدهم ولی بهتر از این است که محمد علی فروقی وزیر فرهنگ دوره پهلوی که در واقع خود ایشان یک از شخصیت های فرهنگ بسیار بنامه است ایشان در واقع ما را بر بالای سر خود قرار دهد او کار بهتر از ای کار است به نشان می که مقام قاری عبدالله یک مقام بسیار ممتاز است محمد تقی بهار با در دست داشتن مجله کابل در جمع ادیبان می گوید یک روزی در همه دوره معاصر در دوره پهلوی در کشور ایران یک روزی جناب محمد تقی بهار مجله کابل که در کابل منتشر میشد و برخی از نسخه های او رو به کشورهای همسایه چون پاکستان و هندوستان و روسیه و ایران در واقع فرستاده میشد و نسخه ای که به ایران فرستاده شد یک روز در دست محمد تقی بهار داده میشد ایشان میگیرد و وارد مجمع ادیمان می شود و یک کلام تاریخی را بیان میکند میگوید که ما همین اکنون در ایران مجله بگونه مجله کابل که شخصیتی چون قاری عبدالله آن را مدیریت میکند نداریم در زمانی که قاری عبدالله مدیر مسئول مجله کابل بود ایشان در واقع یک مجله را ترتیب داده و بسیاری از آثار ادبی فرهنگی هنری در این مجله چاپ میشد و این مجله یک ای مجله ممتاز بود که حتی جناب ملک و شعرهای بهار به تقدیر از این مجله و مقام شامخ قاری عبدالله پرداخته است گفتیم که دوستان در کنار امر آموزش که یک امر در واقع فرهنگی است یک امر تعلیمی است جناب قاری عبدالله از مناسب دولتی نیز فارغ نبوده بلکه مناسب دولتی نیز بر عهده داشته برخی از این مناسب رو میخوایم با هم دیگر مرور بکنیم یک تعلیف و تحصیح کتاب درسی در وزارت معارف گفتیم که قاری عبدالله را به عنوان پدر یا استاد سبک جدید مکتب جدید یا مکتب نوین افغانستان یاد میکنیم که نخستین کتاب که در حوزه کتابهای درسی در افغانستان نوشته شده بود در مکاتب اصلی توسط ایشان تعلیف شده به طوری که میگویند ه نسخه اصد در حوزه کتب درسی از ایشان تعلیف شده و امروزه مورد استقبال بسیاری از شاگردهای مکاتب قرار گرفته است عضویت در انجمن ادبی کابل که دوستان برای شما گفتیم انجمن ادبی کابل یک مجله داشت به نام مجله کابل که در دست محمد تقی بهار قرار گرفته بود و به متن ستایش این مجله در واقع زبان گوشه در حالی که در پاره در دوره جناب قاری عبدالله مدیر مسئول این مجله می شود و مشاور شرعی و علمی ریاست مستقل مطبوعات در سه سال انتهای فعالیت های در وقت دولتی جناب قاری عبدالله اشان در مدت سه سال مشاور شرعی و علمی ریاست مستقل حوزه مطبوعات می شود و در این زمین هم های بسیار شایسته از خود نشان می دهد. خب یک مقداری بیشتر در حوزه محتوا در حوزه سبک نگارش و نوشتار اشعارشان و آثارشان بیشتر آشنا شدیم و بدانیم که ایشان را بیشتر چگونه میتوان شناخت اول میگویم سبک شناسیشان، نماینده پایان سبک هندی و آغاز سبک بازگشته است به طور کلی در حوزه انواع سبک سبک نوشتاری و سبک نگارشی متن‌های دری ما چهار سبک داریم دوستان چهار سبک داریم که از یکدیگر متمایز است در حوزه شعر سبک اول خراسانی است سبک دوم عراقی است سبک سوم سب هندی است و سبک چهارم سبک بازگشت یا برخی او را تحت سبک تجدد از او یاد میکنند جناب قاری عبدالله در دوره ای بود که سبک هندی در افغانستان در حوزه شعر در حال افول بود ایشان آخرین نماینده سبک هندی بود و آغاز کننده سبک دوره بازگشت بود که در واقع در این سبک اشان ممارست کرد و فعالیت های بسیاری از خود نشان داد. ساده نویسی یکی دیگر از ویژگی آثار قاری عبدالله ساده نویسی است در عین حال که ساده می نویسد بسیار پرسلابت مستکم و نقض و پرمایه بیان می کند اشعار خود را خب شعرشان چه ویژگی هایی دارد؟ گفتیم سلابت و پختگی در عین روانی بسیار روان و ساده و بی پیرایه می نویسند ولی از سلابت و پختگی بسیار اعجاز برانگیزی نیز اشعارشان برخوردار است و نکته بدی است که از ترکیبات و تعبیرات لحجی استفاده می کند بسیاری از واجه هایی که بین عامه مردم در کوچه و بازار کاربرد داشت ایشان در اشعار خود استفاده می کرد. به طوری که در حوزه افغانستان وقتی نگاه میکنیم کلمه سباه کلمه ای که در مربوط به روز است ایشان به جای سبا از کلمه سبا استفاده کرد او هی آخر سباه را انداخت امون چیزی که در بین آمه مردم بیان میشد میگوید کی میروی؟ میگوید سبا میروون سبا سبا یک واژه کوشه بازاری است که اولین بار توسط قاری عبدالله در اشعارش به کار گرفته شد خب قالب های شعری گفتیم که قالب های شعری که میتواند قاری عبدالله در او شعر بگوید قالب های شعر سنتی است قالب غزل است قصیده است مصنوی ترکیب بند روبایی و دو بیتی و در و درامه و منظوم است که در واقع در این قالب اشان اشعار بسیار زیبایی از خود گفتند خب آثار علمی و ادبی قاری عبدالله از قاری از قاری عبدالله نزدیک 200 دو اثر دوستان از ایشان نزدیک 200 اثر بیان شده است که در حوضه های مختلف میتواند کمک کننده بسیاری از ادب دوستان باشد و راهنمایی باشد برای کسانی که میخواهد در زمینه ادب و ادبیات خاصه شعر سخنپرانی کند خب اول دیوان اشعارشان است ترجمه منطق ابو حامد امام محمد غزالی روات و فقه های افغانستان املا و اصول تنقید تذکره شعرای معاصر تاریخ و جغرافیای افغانستان اگرچه گفتیم که قاری عبدالله بیشتر به عنوان یک شخصیت شاعر از او یاد میکردن ولی ایشان در کنار ای که یک شاعر خوب بود یک مترجم خوب بود چرا؟ چون زبان عربی را کاملا مسلط بود در دوران نوجوانی اشان از جمله کسانی بود که قرآن را کاملا حفظ کرده بود و این نشان شخصیت برجسته اشان است روات و فقهای افغانستان یکی از کتاب هایی که در زمینه فقه و فقاهت بسیار مهم است آثار و اندیشه ها و افکار فقهای افغانستان را ایشان در این کتاب بیان کرده است و علائم نگارشی و شکل درست املای کلمات از دیگر مهارت های ایشان است که تحت عنوان کتاب املا و اصول تنقید از اون میتوانیم یاد بکنیم تذکره و زندگی نامه و شرحال بسیار از شعران افغانستان خاصه شعرهایی که در اون دوره زندگی میکردن از دیگر آثار ایشان است که نشان میدهد که شاعر شناسی ایشان بسیار بسیار بالا بوده و در حوزه تاریخ و جغرافی های افغانستان نیز اشان دستی بر آتش داشته و مهارت خاصی از خود نشان داده برای آشنایی بهتر شما شاگردای عزیز با نمونه شعر جناب ملک شعرا قاری عبدالله برخی از اشعارشان را برایتان آورده ایم تا با هم بخوانیم و لذت ببریم خب اشان میگوید دو اسبه محمل لیل و نهار میگذرد، به هوش باش به هوش باش که ایام کار میگذرد. گذرد قنیمت از جوانی و فکر خود پرداز وگرنه خرمی این ایام میگذرد. گذرد زده بهره عمر عزیز می یابد کسی که زندگی او به کار میگذرد. بهار رفت و چمن شد خزان و گل افسرد به گریه ابر از این کوهسار می گذرد هوس به خاطر افسرده جا گرفت مپرس کدورتی که به دل زین قبار می گذرد ترددی که در این ره پیاده شطرنج در این بساط گهی از سوار میگذرد. گذرد وطن پرست نهد بر سر وطن سر خیش که گرز سر نگذشت از دیار میگذرد. گذرد زبس که خرم و دلکش بود هوای وطن نسیم تازه از این کوه سار می گذارد. رسد به منزل مقصود رهروی خوری که گل خیال کند گر بخار گذرد خب شاگردای عزیز وارد بخش دوم درس امروز در حوزه دستور زبان شویم قاعده دستوری امروز ما در حوزه دستور زبان جمله تام است میخوایم امروز با جمله تام آشنا شویم جمله تام چیست میگوییم جمله است که معنای آن تمام و کامل باشد و هرگاه گوینده چیز دیگری نگوید شنونده در انتظار نماند تام به معنای تمام است دوستان هر جمله‌ای که بیان شود گفته شود نوشته شود و معنای کامل و تمامی را برساند به طوری که شنونده منتظر ادامه جمله نباشد و حس کند که در واقع گوینده کلامش منعقد شده کلامش تمام شده او جمله را میگوییم جمله تام به طور مثال قاری عبدالله علوم روز را از پدر و استادان دیگر آموخت این جمله یک ای جمله تام است چرا چون وقتی جمله را میگوییم یک مفهومی را یک مطلبی را به طور کاملا کامل به مخاطب منتقل میکنیم و شنونده انتظار ندارد منتظر نیست که ادامه جمله را از شما بشنود یک چیزی را برای تکمیل ادامه سخن خود بگویید این جمله را تحت عنوان جمله تام از او یاد میکنیم خب آلی میگویم جمله تام دو نوع است جمله تام دو شکل دارد یا مثبت است و یا هم منفی است. اگر جمله تام مثبت باشد این گونه است دانا به هر کاری تواناست دانا به هر کاری توانست. یک جمله است که فعلش مثبت است یعنی چی را میرساند اثبات را میرساند مثبت بودن را میرساند و معنایش تام است یعنی کامل است و منتظر نیست شنونده که ادامه بدهید یا میتواند منفی باشد جمله در واقع نفی شود حسود به مقصد نمیرسد نگاه کنید منفی و مثبت بودن یک جمله را از چی میفهمیم از فعل جمله ما میفهمیم از به معنای مثبت است نمیرسد به معنای منفی است نگاه کنید دوستان یک نکته جمله تام را کلام یا سخن نیز میگویند پس هر زمانی که شما شنیده که گفتن جمله چی؟ جمله کلام یا گفتن کلام به طور خلاصه هر وقت گفتن کلام هر وقت گفتن سخن شما به یاد چی بیافتید؟ به یاد جمله تام میافتید خب کار خانگی جلسه آینده شما شاگردای عزیز چیه؟ جمله تام را تعریف کنید و مثال بزنید بگویید که جمله تام چیست و چه جمله تام میگوییم یک مثال برای روشنتر شدن مقصود یعنی جمله تام بیان کنید خوب شاگردای عزیز مکتب هادی در پایان جلسه امروز رسیدیم خسته نباشید مانده نباشید امروز با یک از شاعران بنام یا در واقع به عبارت خیلی کاملتر پدر مکتب نوین افغانستان جناب قاری عبدالله ملک الشعرا قاری عبدالله آشنا شدیم امیدوارم که درس امروز مورد پسند شما قرار گرفته باشه دوستان عزیز در فضای مجازی ما را فراموش نکنید نمبر ارتباطی ما را به خاطر داشته باشید 2964 آماده دریافت نظر و پیشنهادات شما خوبان دری زبان است دوستان عزیز ما را فراموش نکنید درسهایتان را بجد دنبال بکنید تا بتوانید در امتحانات انتهای ترمتان کامیاب شوید خداوند یا رو نگهدار